بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی سعید محمد اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمیکنه یک توییتی رو در توییتر منتشر کرده که من ابتدا میخوام این توییت رو با هم دیگه مرور بکنیم و در انتها نظر خودم رو خواهم گفت اما نکته عجیب ماجرا اینجاست که آقای رایفی پور آیون مسافیون و سایر دوستان این توییت رو ریتوییت نکردن دلیلش چی هست نمیدونم اما احتمالاتی وجود داره که شاید انتهای برنامه بهش بپردازم نوشته با سلام و درود به روح پرفتوه حضرت امام رحمت الله علی و با آرزوی علو درجات برای شهیدان خصوصا شهید جمهور آیت الله رئیسی و با آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر عزیز و فرزانه با توجه به محبت و لطف مردم عزیز خصوصا جوانان پرشور و درخواست های مکرر توسط بزرگان از این کمترین فرزند خود جهت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 14 هم به استهزار ملت شریف میرسانم که ورود این جانب در عرصه انتخابات 1400 صرفا در لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و دستور ایشان مبنی بر تشکیل دولت جوان انقلابی بود که با اقبال عمومی روبرو گردید و البته با ترس شدیدی در بین حلقه پیر مدیریتی ناکارآمد روبرو شد و با حسادت برخی خودی ها و فضاسازی و تخریب توسط نفوزی ها و مخالفین نظام متاسفانه ابتر ماند هرچند بلا فاصله و با شور انقلابی به حمایت از فرد اسلح یعنی آیت الله شهید رئیسی احتمام ورزیدم داره اشاره میکنه به رد صلاحیت خودش در دوره قبلی در سال 1400 که ایشون ثبت نام کردن تایید نشد صلاحیت ایشون و الحق و الانصاف در همون دوره تبلیغ آقای رئیس رو کردن به شهرهای مختلفی هم رفتن تا اونجا که یادم هست اکنون در آستانه انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری با بررسی فرمایشات مقام معظم رهبری و ارزیابی از سیل متقاضیان و ثبت نام کنندگان که از صلایق سیاسی مختلف می باشند احساس می کنم در این دوره تکلیفی به گردن ندارم و از ثبت نام امتناع کردم البته مطمئنم که مردم آگاه و شریف ایران ان الله با مشارکت حداکثری رئیس جمهور چهاردهم را با پشتوانه قوی انتخاب خواهند کرد ضمن آرزوی توفیق برای رئیس جمهور چهاردهم و آمادگی برای کمک همه جانبه برای موفقیت دولت بعدی امیدوارم خداوند متعال سرزمینم را از فقر و فساد و تبعیض به دور دارد و در پناه خداوند و اهل بیت اسمت و تهارت آینده خوبی برای مردم سرزمینم آرزومندم فرزند ملت سعید محمد چهاردهم 14 خرداد 1403 برگردیم به قسمت ابتدای توییت ایشون اینکه این یک تاکتیک هست برای جلوگیری از اتفاقاتی که در ساعات پایانی در ساعات آینده پیش رو داریم این کار رو کردن ایشون یعنی اعلام امتناع از ثبت نام در انتخابات کردن یا واقعا به این رسیدن که نباید ثبت نام بکنن خب یک سری افراد معتقدن که ایشون باز هم رد صلاحیت میشد همونطور که معتقدن باز هم علی لاریجانی رد صلاحیت میشه ما کاری با تایید یا رد صلاحیتشون نداریم که آقای سعید محمد به خاطر اینکه رد صلاحیت میشه ثبت نام نکرده یا دلیل دیگه ای داره من با اقدام ایشون در این مقطع کار دارم اگر این یک ترفندی باشه یک راهبردی باشه برای کنترل برخی افراد که ایشون باشون زاویه داره از جمله های قالیباف که بعید میدونم این ترفند ترفند مناسب باشه اگر آقای قالیباف تصمیم گرفته بیاد میاد و احتمالا هم طبق چیزی که ما از اطرافیانشون داریم میبینیم تو برنامه قبلی اشاره کردم دیگه ببینید وقتی یک نفر خیز برمیداره برای ریاست جمهوری یک تیم رسانه ای داره شما باید با توجه به فعالیت اون تیم رسانه ای مرور کنی ببینی که این چه اتفاقاتی رو داره رقم میزنه و بعد از رصد اون فضا متوجه میشه که این آدم شرکت میکنه یا شرکت نمیکنه اما از اونجایی که رائفی پور و مسافیون ریتوییت نکردن احساس میکنم که نتونستن متقاعدش بکنم این آیه سعید محمد تو قسمت ابتدای توییتش میگه که آقا خب با استقبال مواجه شدیم و از این حرفا منی که کار رسانه‌ای میکنم و تحلیلگر سیاسی هستم جامعه رو بیشتر رصد میکنم تا این آقایون نه فقط آیه سید محمد و بقیه کاندیدا هم همینن یه تیم رسانه‌ای تشکیل میدن اون تیم رسانه‌ای القا میکنه که آقا شما پیروز انتخاباتی خیلی مثلا استقبال شده و اما چیزی که در کف میدان میبینیم واقعیت جامعه رو میبینیم اون مهمه برخی دوستان اومدن گفتن چرا درباره احمد نژاد مثلا سه چهار تا برنامه ساختیم مهره سوخته است و فلان و بساره. ببین احمدی نژاد پتانسیل تولید یک فتنه رو داره اگر صلاحیتش تایید بشه که میره تو فاز اجرایی یعنی اگر مثلا بیاد رای بیاره رئیس جمهور بشه تو فاز اجرایی شما باید شاهد فتنه باشی. حالا این فتنه این بار از نوع دیگری است جنسش فرق میکنه با جنس فتنه های قبلی دقت بکنید و دارم میگم پتانسیلش رو داره نه اینکه بگم نیتش رو داره هدفش اینه پتانسیلش رو داره و اگر تایید هم نشود باز به همین منوال چرا چون تو دوره قبلی اگر یادتون باشه کلیپ داده بیرون و میگه اگر من تایید نشم انتخابات رو تایید نمیکنم و فلانو شرکت نمیکنم و حتی اطرافیان خودم این یه آدم به کجا میرسه خودخواهی انسان رو به کجا میرسونه گذشته از اینها موازه سه چهار سال اخیر ایشون که همراه با اپوزیسیون شده یه بخشی از اپوزیسیون و یه بخشی از ضد انقلاب و یه بخشی از کسانی که به هر حال با اسلام زاویه دارن یعنی حتی اونها هم رفتن پشت سر احمدی نژادن چرا چون حرفایی که داره میزنه یا خود نظام رو هدف گرفته یا برخی ارکان نظام رو یا اون ریشه اصلی نظام که اسلام هست البته ایشون از مهدویت صحبت میکنه ها ظاهر اینه اما وقتی میاد میگه آقا من پی گفتم اسقاطیل محو بشه اون جنبه استکبار ستیزی اسلام رو خط میزنه ناخداگاه وقتی نمیاد از مردم مظلوم فلسطین صحبت بکنه اون جنبه حمایت از مظلوم رو داره خط میزنه وقتی گرایشاتش رو به افکار فمینیستی شما میبینید در ظاهر که نمیاد بگه آقا من طرفدار فمینیستا هستم اون صحبت هایی که میکنه عقبه ای که داره کارنامه که از خودش به جا گذاشته و صحبت های جدیدی که میکنه شما میگی بله این احمدی نژاد اون احمدی نژاد احمد 84 نیست پس اینجا باید حواست باشه این یک پتانسیلی برای ایجاد فتنه جدید دارد باید بهش بپردازی الان مثلا آقای جهانگیری اومده کاندید شده برخی معتقدند معتقدن که کاندید اصلی اصلاح طلب خواهد بود اینا مشخص از سیاست هیچی نفهمیدن روز اول به شما گفتم جلیلی لاریجانی دو نفر اصلی انتخابات امسال همین دو شخصی هستن که اسبردن بنابراین اصلاح طلب ها به اسم اعتدال میان پشت لاریجانی حالا بگذریم نمیخوام طولانی بشه سعید محمد اگر همین تصمیم رو تا انتها پایبند باشه بهش یعنی واقعا شرکت نکنه ثبت نام نکنه یه کار خوب کرده مرور زمان باید باعث بشه که انسان ها پخته بشن من فکر میکنم سعید محمد خودش لمس کرد و احساس کرد در این مدت که اقبال به دکتر سعید جلیلی بیش از دیگرانه و البته که در بخشی از پیام خودش هم یا آقا این همه از مختلف اومدن چیزی گردن من نیست یعنی احساس میکنه که یک اصلهی وجود داره که نیاز به حضور سعید محمد نیست سعید محمد در حد فرمانداری استانداری چون ببین تو همین دولت های رئیسی هم تو مناطق آزاد بهشون مسئولیت دادن چه اتفاقاتی افتادشو کاری ندارم ها اینم که میگم فرماندار و استاندار اصلا بحث تحقیر نیست ببین شما وقتی یک نفر رو خیرش رو بخوای صلاحش رو بخوای باید اون چیزی که به نفش هست رو بگی نه اون چیزی که دوست داره سعید محمد اگر در قرارگاه خاتم کجا 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 کار کرده اگر عمل مثبت بوده این رو مردم نمیبینن شما برای اینکه مردم بشناسنت باید چهره به چهره با اونها مراوده داشته باشی. یا تو حوزه رسانه خیلی قوی باشی سعید محمد در انتخابات 1400 یک شبه میخواد بیاد شرکت بکنه حتی اگر تایید صلاحیت بشه ایشون رأی نمی آورد نداریم که خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم که ایشون باید از یه فرمانداری یه استانداری جای شروع بکنه یه مسئولیتی داشته باشه تو اون مسئولیت با مردم ارتباط داشته باشه مردم رفتارش و کردارش و اخلاقش و منشش و روش کارش رو نوع پاسخگویی به مشکلات مردم رو حل و فصل کردن و اون مشکلات رو اینا رو از نزدیک ببینن ملموس باشه براشون همین مسئله درباره آقای سعید جلیلی هم هست با توجه به اینکه ایشون کارش امنیتیه یعنی چی اتفاقاتی که در شورای عالی امنیت ملی میفته خیلی از ما اصلا متوجه نمیشیم چون جزء اسرار کشوره اما سعید جلیلی از ده دوازده سال قبل میاد یعنی یک دوره شرکت میکنه نفر سوم میشه دوره بعد به خاطر آقای رئیسی نمیاد و برنامه رو بهشون تحویل میده دوره قبلی همین 1400 دوباره میاد شرکت میکنه از برنامهاش میگه تا دقیقه 90 میمونه و وقتی به اجماع میرسن به نفع آقای رئیسی ایشون هم میره کنار این شناخته شدن اینجوری محقق شده اگر سعید محمد میخواد تو این عرصه ورود کنه باید از پایین شروع کنه ببین الان برخی از دولتی ها، مثل آقای بزپاش مثل آقای مثلا منصوری اینا کسایی هستن که به هر حال توی این دولت شناخته تر شدن همین آقای منصوری که میگم فرماندار بوده بعد میاد میشه استاندار تهران بعد میشه معاون اجرایی رئیس جمهور ببین همین جوری کم کم پله پله چون پل. یه شبه نمیتونی بیای بالا همون احمدی نژادی که مثال میزنیم ابتدا فرماندار خوی و ماکو بود اگر اشتباه نکنم بعد میشه استاندار اردبیل بعد میاد میشه شهردار تهران و بعد میاد تو ریاست جمهوری سعید محمد نمیتونه ده تا پله رو یه دفعه بپره باید پله پله بیاد ره صد ساله رو تو این عرصه یک شبه نمیشه رفت ما 90 میلیون جمعیت داریم شما باید انقدر شناخته شده باشی که مثلا 20 میلیون رای بیاری بشی رئیس جمهور خب این 20 میلیون مگه عدد کمیه از یه منظر دیگه هم میخوام نگاه بکنم به مسئله و اون اینکه سعید محمد با این اقدامش و حمایت از دکتر سعید جلیلی میتونه راه رو برای پیشرفت خودش باز کنه هموار بکنه و چه بسا آیه جلیلی از اینشون هم استفاده بکنه یعنی اینطور نیست که ما بگیم آقا یک طیف خاصی هستن که مثلا فقط خودشون نه اگر بحث شایسته سالاری رو در نظر بگیریم همه افراد با توجه به قابلیت ها و رزومه ای که دارن میتونن با دولت ها همکاری بکنن حالا البته این به تشخیص رئیس دولته ما نمیخوایم چیزی رو به کسی تحمیل بکنیم اما میخوام بگم که با این اتفاق حتی حمایت علنی از دکتر سعید جلیلی میتونه دین خودش رو به انقلاب ادا بکنه البته ممکنه مثلا ایشون بگه که من آقای فلانی رو اصلاً نمیدونم این یه بحث دیگری است اما اگر همچین حسی داشته باشه همچین نگاهی داشته باشه با توجه به صحبت‌های امروز رهبری که میگه رئیس جمهور آینده باید آگاه باشه از مسائل المللی صحبت می‌کنه و بعد میرسه به اینکه رئیس جمهور باید آگاه باشه بین گزینه هایی که تا الان ثبت نام کردن آگاه تر از سعید جلیلی نداریم چون تو شورای عالی امنیت ملی بوده بیش از 17 18 سال فکر میکنم تو وزارت امور خارجه بوده ایشون یعنی با خموچم کار آشناست با سپاه جلسه داره با ارتش جلسه داره با وزارت اطلاعات جلسه داره با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مدام جلسه داره فضای منطقه رو داره رصد میکنه یعنی به ترین اطلاعات ناب ترین اطلاعات دست اولترین ترین اطلاعات سری ترین اطلاعات در اختیار ای سعید جلیلیه بنابراین اگر سعید محمد برای دوره های بعد احساس میکنه که میتونه کاری انجام بده و هدفش از ریاست جمهوری اینه که خدمت بکنه به مردم خب در جاهای دیگر هم میشه خدمت کرد با توجه به نکاتی که عرض شد و با توجه به اختلاف نظر سیاسی که با آقای سعید محمد دارم اما این اقدامشون رو بسیار بسیار به موقع پسندیده و عالی میدونم از خدا میخوام برای ایشون و تمام کسانی که دلسوز واقعی اسلام و انقلاب هستن بهترین ها رو رقم بزنه و شاهد یک انتخابات پرشور باشیم علا اینکه این که کاندیدای زیادی اومدن ثبت نام کردن اما این انتخابات یک انتخابات متفاوت خواهد بود با توجه به این جو احساسی که در جامعه غالب هست و همون ابتدای برنامه های انتخاباتی که شروع کردیم از کردم مردم ما سنگ تموم خواهند گذاشت تو این انتخابات این از من برای شما به یادگار بمونه انشاءالله روز انتخابات همدیگر رو زیارت میکنیم یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون